همچنان که شنیدید، نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد محور ایران، لوزان، یمن بسیار خطرناک است و باید متوقف شود. برای بررسی همین موضوع به اسرائیل میریم. باروخ داویدی خبرنگار محلی از تل آویو به ما پیوسته. آقای داویدی، این موزه بنیامین نتانیاهو با چه توجیهی میتونه باشه؟ بله، آقای نتانیاهو ماها و بلکه شاید سالهاست در مورد توافق با ایران و با جمهوری اسلامی ایران در مناقشه هسته‌ای مخالفت میکنند و دلیل اصلی این مخالفت هم تهدیدهای بدون قید و شرط آقای خامنه‌ای رئیس ایران هست که هر روز اسرائیل را تهدید به نابودی میکنه و تهدید میکنه که اسرائیل را از نقشه جغرافیایی محو میکنه. امروز آقای نتانیاهو در کابینه دولت خودشون امروز روز یک شنبه صبح گفت که توافق با ایران بدتر از آن هست که ما فکر میکردیم و این توافق باید به اجرا در نیاد. آقای نتانیاهو خیلی به شدت از این توافق در راه هست انتقاد کردند و حتی به اشاره کردند به حضور نیروهای ایرانی در یمن که برای انسانیت همونطور که گفتین خیلی خطرناکه و فقط ایران هست که در عرصه بین المللی اسرائیل را تهدید به نابودی میکنه و حامیان ایران و بانیان ایران در تمام دنیا باعث جنگ و کشتار میشن و همونطور که میبینین سعی میکنین ایران سعی میکنه نفوذ خودش را در خاورمیانه بیشتر و بیشتر بهبود بده. به خاطر همین آقای نتانیاهو فقط و فقط به دلیل اینکه از اسرائیل بتونه به واقعا به حفاظت کنه با این رسیدن توافق هسته‌ای مخالف هستش. یعنی در سطح اسرائیل آیا موافقان زیادی داره آقای نتانیاهو؟ توافق احتمالی چه باستابی داشته اونجا به ویژه در رسانه‌های اسرائیل؟ بله، در رسانه‌های اسرائیل جوی به وجود اومده در روزهای اخیر که شنیده میشه در توافق هسته‌ای در راه هست و هر لحظه ممکنه احتمال این توافق به امضا برسه. جوی که در اسرائیل برپا هست الان اونطور نشون میده که آقای اوباما، پرزیدنت اوباما، پشت به اسرائیل کرده و این واقعا یک جو ناهنجاری در اسرائیل داره به وجود میاره که علی رغم تمام تهدیدات آقای نتانیاهو و تمام توضیحات آقای نتانیاهو در این مورد، آمریکا وارد مذاکره شد و آمریکا با قدرت وارد این مذاکره شده، ولی الان با اون قدرتی که وارد شده از این مذاکره خارج نمیشه و این ایرانی‌ها هستن که دارن این توافقنامه را به آمریکایی‌ها تحمیل میکنن فقط به خاطر اینکه تحریم‌ها برداشته بشه از ایران. خیلی کوتاه اگه ممکنه به این پرسش هم پاسخ بدید، آیا اگر توافقی که مثلا آمریکا خواهان اون هست صورت بگیره، یعنی جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی، این به نفع اسرائیل هم نمیتونه تموم باشه؟ اگر واقعا این امری که شما میگین صحیح باشه و آمریکا، البته من نمیگم، در توافق همه طرفای مذاکره کننده میگن. بله، همونطور که میبینیم همون آقای ظریف که اصلا حاضر نیستن رو هیچ توافقنامه ای امضا بکنن چون رهبر جمهوری اسلامی ایران به اونها همچین اجازه ای نمیده که رو هیچ توافقنامه ای حتی امضا بشه که آمریکایی‌ها هیچ مدرکی نداشته باشن. همونطور که گفتیم الان جوی که در اینجا هست نشون دهنده اینه که آمریکا با اون قدرتی که وارد مذاکرات شد با اون قدرت خارج نمیشه و این دست ایرانیا هست که روی دست آمریکا هست، نه دست آمریکا یا رو دست ایرانیا. بله، سپاسگزارم از توضیحات شما باروخ داویدی خبرنگار محلی از تل آویو. متشکرم.